کانال تلگرامی آمد نیوز در رویکرد تبلیغاتی خود از طریق نشر خبرهای ضد و نقیض به دروغ پراکنی و حاشیه سازی علیه اهالی سیاست، فرهنگ و هنر، ورزش و حتی مراجع دینی می پردازد. به عنوان نمونه می توان از توهین این رسانه نما به حاج قاسم سلیمانی و دروغگو قلمداد نمودن سردار محبوب همه ایرانیان یاد کرد، یا حمله ناجوان مردانه به برنامه پربیننده خندوانه و مجری پرطرفدار آن رامبد جوان. توجه توأم با احترام سازندگان خندوانه به ارزش‌های انقلابی و ملی مذهبی، گردانندگان آمد نیوز را بران داشت که به تحریف مصاحبه سید زینب موسوی یا همان امپراتور کوزکو با نشریه گاردین متوسل شده، اتهاماتی واهی را از قول وی به رامبد جوان و دستاندرکاران خندوانه نسبت دهند که با واکنش منفی و انتشار تکذیبیه از سوی خانم موسوی مواجه شد. این ذهن خلاق ادمین آمد نیوز این رو تبدیلش میکند به فارسی، میشد دروغ، افشاگری، ظلم میلیاردی، پولار صدا سیما به جیب کشید. این در حرفا آمد نیوز، این کارگاه تولید اخبار تقلبی، برنامه ورزشی 90 را هم بی نصیب نگذاشته و با جعل سند درباره هزینه حضور لوئیس فیگو در این برنامه پرمخاطب، عادل فردوسی پور را به اعتراض واداشت. بگیم دشمنانی که حرف و حدیث همیشه درست میکنند، اومدن گفتن آه اینم نیم ساعت فیگو اومده تو برنامه، بعد 500 میلیون تومان پول گرفته. اولا آقا جان برنامه رو تو رو خدا با دقت ببینید دیگه، حداقل دارید میخواید انتقاد کنید، چیز طبیعی الان هیچ میخواید انتقاد کنید، برنامه رو کامل بشینید ببینید. شما برنامه ندیدید همیشه انتقاد میکنید. 4 ساعت خوردی تو برنامه بود. 1-2 اصلا 500 میلیون تومانی در کار نبوده، به مراتب کمتر بوده این مبلغ. و سوم و مهمتر از همه، 1 ریال یا 1 سنت یا 1 چی بگم کوچیک‌تر، باید پول کوچیک فقط همون سنت باشه، 1 ریال از بودجه بیت‌المال، از سازمان صدا و سیما، از برآورد برنامه 1 ریال خرج این قضیه نشده. تمامش رو از مدت ها قبل هماهنگی شده بود. آمد نیوز در فصل دیگری از دروغ پراکنی های خود، دیدار آیت الله نوری همدانی با روحانیون و نمایندگان ولی فقیه در سپاه پاسداران را دیدار با روحانیون شاغل در صنعت برق جلوه داد و نوشت: این روحانیون در صنعت برق کدام تخصص را دارند که جای متخصصین بیکار کشور در این حوزه را گرفتند؟ این ادعای پوچ نیز با جستجوی ساده در اینترنت قابل راستی آزمایی است. انتشار پرتعداد و دائمی اخباری از این قبیل که ثمره‌ای جز فریب مخاطبان و تشویش اذهان عمومی ندارد، باعث شد که آیت الله جوادی آملی در تفسیر واژه قرآنی مرجف از کانال آمن نیوز به عنوان یک مصداق بارز برای آن یاد کند. مرجفون مثل همه اینهایی که آمد نیوز ها و اینا که رجفه پخش میکنن، فضا رو مشوش میکنن. اراجیف، اراجیف جمع رجفه است، رجفه یعنی لرزه. خبر دروغ جعلی که پایه ندارد بهش میگن رجیف. این گونه از اخبار را که رسانه ای پخش کند میگن اراجیف پخش میکنند. اون قلم به دست ها و قلم بزدوره های آمد نیوز ها اینا مرجف هن، یعنی جامعه را میلرزانند. به دنبال بیانات روشنگرانه آیت الله جوادی آملی در تقبیح اراجیف بافی آمد نیوز، این شبه رسانه پس از انتشار پست های موهن متعدد، شیوه نخنمای جعل سند را برای تخریب این مرجع عالی قدر در دستور کار قرار داد. آمن نیوز که ملتزم به هیچ قید و بند اخلاقی نیست، در گام اول متنی ساختگی منتسب به طلاب ایران و عراق منتشر کرد که حاوی اتهام زنی به این روحانی عالی قدر بود، نامه بی نام و نشان و فاقد امضا. گردانندگان این کانال ضد انقلاب در اقدام بعدی با ناشیگری محض به جعل نامه‌ای منسوب به مرحوم آیت الله روحانی متوسل شده و در متن آن به آیت الله جوادی آملی تعریض وارد کردند. در صورتی که آیت الله سید محمد روحانی در تاریخ 3 مرداد ماه 1376 رحلت نمودند.
در نمونه ای تازه تر آمد نیوز مدعی شد که در لایحه بودجه 97 برای به دست آوردن دل آیت الله جوادی آملی میلیاردها تومان سهم پدافند غیر عامل را به مؤسسه انتشاراتی اسراء وابسته به مرتضی جوادی آملی فرزند معظم الله اختصاص دادند. جاعلان آمد نیوزی در تصویر ساختگی مبلغ این قرارداد را بیش از 30 میلیارد تومان عنوان کردند. اما با بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت محترم به مجلس مشخص می شود که آمد نیوز با استفاده از نرم افزار فتوشاپ این ردیف بودجه را که توضیح دیگری داشته تغییر داده و از آن برای تخریب شخصیت آیت الله جوادی آملی استفاده کرده است. در انتها باید گفت اراجیف پراکنی و دروغ سازی این رسانه نما نه تنها مایه تنفر عمومی شده، بلکه صدای فعالان اپوزیسیون و ضد انقلاب خارج نشین را نیز در آورده و می توان برند اراجیف نیوز را به آن اختصاص داد. روح الله زم میاد مطرح میکنه یا اون سردبیرشون میاد مطرح میکنه، اینا دروغه، اینا جعله. در مورد روح الله زم و این باندی که دارم باش کار میکنم به هیچ وجه من اصلا توصیه نمیکنم. این آدم به طور کلی تمام داستانهایی که میسازه تمام اینا داستان، یعنی اصلا فیکه. این کانال آمد نیوز یه سری اطلاعات غلط و درست و مخدوش و اینها رو از طریق این کانال بیرون میدن. آمد نیوز فیک نیوزه. این که یه نفری ادعا کنه از تو فرانسه نشسته نیرو در داخل وزارت اطلاعات جذب میکنه، اگر مزدور نباشه ابلهی بیش نیست.